رژیم جمهوری اسلامی طی 37 سال اجرای یک سیستم دیکتاتوری کامل، حتی بدتر از سیستم وحشتناک استالینی در روسیه، مردم ایران را مغزشویی می کند. با کمی دقت به نوشته و اخبار تحلیلگران اجتماعی که اکثرشان از اسلام شناسان بزرگ اروپا هستند، در میابیم مردم ایران از شنیدن کلمات تکراری ملایان در مجامع که بیشتر بوی مرگ میدهد خسته شدند. در گزارش های سازمان های بیطرف میخوانیم با وجود اینکه رژیم ملایان با خشونت جلوی خروج مردم از دین اسلام و گرایش آنها به دین مسیح را میگیرد، مردم بیشتر علاقمند به پذیرفتن دین مسیح میشوند. تا جایی که طبق آمار سازمان های بزرگ مذهبی و علمی اروپا، بیش از 300 هزار نفر از ایرانیان به دین مسیح گرویدند. سازمان بزرگ دربهای باز حمایت از مسیحیان در آلمان در گزارش‌های خود از این تعداد را به مراتب بیشتر می‌داند و 500,000 نفر ایرانی را مسلمان که مسیح شده‌اند را اعلام می‌کند. یکی از این گزارش‌ها در نشریه یزوس سوئیس که با همکاری انجمن جهانی لیبنت شهر برن منتشر می شود، بخش بزرگی از مقاله خود این هفته خود را به ایران تخصیص داده. نویسنده بعد از مصاحبه با چند تن از ایرانیانی که مسیحی شده و در اروپا و کشورهای اطراف ایران به سر می برند، می نویسد: بعد از خشونت و کشتار داعش، مردم ایران که خود سالها شاهد اعدام و آزار و اذیت از سوی حکومت اسلامی رژیم بودند، به این نکته پی بردند داعش چندان تفاوتی با رژیم ملایان ندارد و طبق آمارهای جدید علاقمندی مردم ایران برای خروج از اسلام و پیوستن به دین مسیح بیشتر از گذشته شده است. نویسنده این مقاله تحقیقی می‌افزاید رژیم اسلامی ایران نتوانسته جوانان را جذب کند، زیرا سوالات آنها را نمی‌تواند جواب بدهد. بنابراین جوانان ایران که اکثرشان تحصیل کرده با فرهنگی بسیار غنی گذشته خود آشنایی دارند، در مقابل ملایان چیزی برای گفتن ندارند. ملایان را به حال خود گذاشتند و برای درمان روح خود به اخلاق مسیح روی می آورند. ایرج ربیعی، آلمان. رژیم جمهوری اسلامی